Ay. اینی ای کیه؟ یه چایی مخوردی فاطمه خانم اینجوری به خدا زشت خجالت میکشت. یه چند بار دی نونه وای سر پچت دیمت فهمستم خمسایا گفتن غریبی دی ما هر تازه اومه غریبگی نکن اینجا خونه خاطره هر کاری داشتیم خواره تو به حساب کرد چشم ممنون میتا شیشات با طاهره بریز همش رخت یماره فاطمه خانم بفرم ببخشید واسه خودتون سنگی میخه کمک بیارم ممنونم عزیزم واسه خودتون ببخشید آره با خیالت راحت دستم درد نکنه کاری داشتی ببخشید بلند نمیشم خیلی سنگی نه خواهش میکنم خدا نگهدار خدا نگهدار. امید خدا. سلامت. کافر نفت نیاشتن. بیا اینه بر. اون درار تا اینو بده. اینه بر. انزعی قشنگه. بیا اینم بده. سلام باشو هم فاینه. اینه گوشکو. گوشکو چنه قشنگه سه خواب. سنزم پایی آهنگ خوشم میاد. خدا خبسه دلمونو شاد کنه خیلی قشنگ بح بح می کیف میکنه با این آهنگا زنده ای بکنه این یه دقیقه ببخش اینه که چادر مثلا بفرما آفرگوش ببخش کمرم خودی بعد این همه جنگ و جبهی و بدبختی و شکنجه نباید چی سنگین بلند کنی برارم اینو نمیگم کمرم شکست صدا نکنه چرا گریه میکنی بابا آخر روز چی شده حالا گوارمون که امم تو چی شده امم تو تصادف کرده امم مرد رفت امم رفت ای خاک دستاره انا لله و انا الیه امم ولی امه ماروخ ثروتمند بود توپ تکونش نمیداد بابا امه ماروخ تو روستا زندگی میکرد امم خوار بهواش شما نمیفهمی؟ چه شو؟ شکست در پاکی پری چه بگو اجور گیران نکن انا چند تا بچه داشت سالش بی؟ 100 سالی اوم کرده بود ای آفره بزرگ گوارمو کردی یه جوری گریم میکنم فکرم جبه مرک شده خودی اون بخوش کرده کشور خانوم عمه هر وقت بره کمرو میشکونه عمه خیلی عزیزه عمه بیرقیبه کافر اونجور عشق نبیست کابه کجاست تو نفهمه این بچه ها یادته که چه وابستگی به این عمه هم داشت عروپاش رایی نمی این بچه بفهمه کمرش بسته من میشکنه نگو بهش دلم کبابه برای این بچه نمویم بهش اونجور عشق نریز مینیم عمه به ما خیلی عزیزه نکوی کار آقا فریبا اصلا باورم نمیشه زنی با این ثروت مرد همی؟ آفره بود یه جوری مایی زنی با این ثروت خودی همه میمیرن اما شاه نمورد و همه ثروت هم داشت روح شاه این همه شکنجت که شاه مایی روح شاه شاهو نمیگم شاهو مگه من کنت اما ما دارم میگم به شاه چی کار دارم منظورم اینه که شاه و گدا نیاره وقتی پیمون آهن پر بود یه باب امروز اینو فهمیدم هر چی ثروت تری داشته باشی فرقی نمیکنه. رفتنی میره مگه نرف آقا جون مگه نرف عمه مگه نرف امروز عمه مارخ این دنیا دیگه به درد نمیخوره پری اونجور عشق نریز آقا پری بس بیا چی کار کنم نرم ناراحت نکن با این کمر چکسته و نصفه چی کار کنم خدا بیا مردش خدا صبرش میه آقا فری نمیفهم بچه کمرش نشکنه دنیا دیگه به درد نمیخوره داغ عمه کم داغیه مگه چجوری من میخوام ادامه بدم رو پای خدا بیامرزم بزرگ شدم به کی بگم دردم و درو ببند علی برس تو که عمه دار شدی من خبر زدم عمه دار شدم یه قارونت درم من چی خبره عزیز من اینا من هر کاری میکنم برای چیه؟ برای آینده توه، برای آینده این بچه هست، این چرا خوابیده؟ سرما خورده اینقدر که با معصومه آب بازی کرد الان اینو ولش کن، چی تو مغز؟ یعنی چی ولش کن؟ اینه باید دکتر بره، آب دماغش داره میاد زیر پای من لازم نداره، خواهی بچه قضیه رو به من بگیرم، من دلاشو بگیرم حالا چرا دلاشو بداری؟ شو بگرفتم، حرف بزن برم من زیر زمین دنبال چی میگم؟ حتما بدبختی دنبال بدبختی هم دنبال کفر و خاکی هم حتما یه نقشه ای داره این شوهرت منو نگاه کن میگم یه دقیقه من قبرم و چشمات دارم منو نگاه کن میگم نقشه هست نقشه کشم بله بله
بله. وای 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 این نبوده، همه هفته نکابه بودم، پای خدا بیامرز من بزرگ شدم. خدا رو احساس اصلا چی کار کنم که شب خورو من دیگه چی کار کنم؟ کافری تا صبح زنا نمیمونه، به خدا این نمیره بقیل همش بخوش اینه به فشار سیزایی میدم منم بشکیدم نادرم شده، خدا بمیری شانه بقای عمر شما باش، دستی شما درد نکنی، بره شادی روح اسمش چی بگیم؟ مارو خانومه باقی بوده نمیتونیم ببریمش. تموم شد، میریم اول صبح، تو همه چی رو بسپار به من. آن فریبا تو خواهی چیکار کنی؟ اونو به من میگی؟ قربونت برم، میخوام برم اونجا سر قبر عمم. خب اینا الان تو به من بگو، اگر ببینن موهای ثروتی اومدی خود اینا شاخ در نمیارن. چرا؟ ها؟ چرا؟ نمیگن اینا که تو خونه ما زندگی میکردن این قصر کجا اومد؟ این پری خانم چجوری یه ملکه شد؟ چه بدونم والا؟ چی؟ چی؟ یعنی دروغ بگیم بشه؟ دروغ چی بگیم؟ بعد بگیم این ارث عمم بوده رسیده به فریبرز. دروغ؟ میخوای دروغ نگی؟ میخوای فکر کنم من دزدی کردم؟ خوبه؟ خوبه؟ که من درفش بکشم بالا دیار هم بزنن تموم شد بره خدا. تو هم راحت چی؟ خب همینو داریم میگی دیگه. الان بزن من یه بار بگم بشه. ببین عمه تو خب مرده، بعد مالی که داشته ورثه نداشته، اینقدر سختیه؟ یه عمه بوده مرده ارثش رسیده به کی؟ برادرزاده خود برسرش، که اینا شک نکنن. خیلی خب چمدون کجاست؟ با چمدون میخوایم چی کار کنیم؟ چمدون میریزم تو دامن عمه مارخ میارم بس قربونت برم، و بریزیم تو چمدون بیاییم اینجا یه جایی دفنش کنیم، هر روز یه دونه ببرم بفروشم کیف کنیم. پا چی کار کنیم؟ چجوری بیارمش؟ بله بله ای عزیزم شما هم هی نگران من این میاید اینجوری پیش برد شرمنده شما لان اصلا به صبح نمکشم نمیمونه اینجوری باشم شاله دیگه این پسر نسل مروت رو ادامه پیدا میکنه شما بران آقا فریبرز اینجوری تابی نکنه دیگه همینه عمه من میره پسر شما میاد یکی دیگه میره یکی دیگه میاد همینه زندگی بی تابی بکنه یک کاری داشتی به یکی دیگه بیاره نه دست شما در اصلا ما دیگه داریم میخوابیم من داشتم دیگه میخوابیم دستتون درد نکنه شما نمیدونی من رو پای اون بزرگ شدم اصلا رو پای عمم من پایین نمی اومدم زحمت کاور میافته گردن شما ببخشید نه باشه خیلی وابسته عمم بود اینم عین بچه‌ها خواب اصلا تو قرار رو بی تابی نکن شما رو راحت نکن به این عمم شیکت بزنه ای تو به خدا کاری داشتی ما دستش رو اش نری تو قهرمان اش نمیری سر اش نیست برو برو سیکی اصلا موندگاره این جلبک میچست روی یه جایی الان من کنم دلاش رو بمیمیرم الان به من بگو چی میشه الان بمیرم برات چرا؟ خیلی سخت همه چی رو میفهمینم من فریبرز اینجور نکن میگم چه بازی کردی براش گرونه دارم آرتیست گرونه و چشمات دارم تو همه چی رو بسپار به شوهره مگه تو الان چجوری کشوندم زندگی رو اینجا می کوه اطلاعاته چمتون کجاست؟ پس برو کنجوری فریبرز یعنی عمد این مالی که داشته دیگه ورثه نداشته وای خدا خدا این چمتون کجاست؟ همون جای بابا تو چه آرتیستی شدی برای من خیلی بذار من اینو بهت بگم اصلا قصه به دست اومدن گنج من رو تو میدونی؟ نه من که با تو نبودم با آقا آقا جونو ما با هم نکندیم کوزه رو با هم در نبودم من خرفتم همش میخوای یه ایرادی از من بگیری قربونت برم
گنج خودمو که فقط نمیگم، کلم قصه گنج رو میدونی که بیرسه به یه آدمی. هر آدمی یه ستاره تو آسمون داره که شنیدی. آدمایی هم هستن تو این دنیا که گنج به پاشون نوشته شده. حالا چجوری؟ این فارسی چجوری؟ ببین، هزاران سال، صدها سال میگذره، این گنج از جنگ، از زلزله، از طوفان رد میشه، رد میشه، رد میشه، عدل میرسه به اون کسی که از اول به پاش نوشته شده بوده این گنج. عقل و شعور داره گنج. الله اکبر. بپرس چجوری؟ چرا تیکه به من میندازی؟ قربونت برم، خودش عقل و شعور نداره. خدای گنج میچینه 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 تا اون گنج برسه دست اون کسی که پاش بوده، به پاش نوشته شده بوده. گنجه چرا حالا همش از تو فرار میکنه؟ اگمال تو زن من، قوت قلب من، فقط میزنی تو دهن من. من نمیدونم چه لذتی داره، چه لذتی برات داره. کجا داره فرار میکنه؟ حالا شما بشین نگاه کن، چرخیده 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 رسیده دستم، الانم دوباره میچرقه 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 میکینه رو شونه های مرکه خودم. قربونت برم. معلوم نیست داریم کجا. دونه درم دیگه نزدیکی میبینی جیلین جیلینگشو دارم میشنوم. یه سر حواستو جمع کن قشنگ. یار یه درختم والاش بود این برخود درخت. حالا درختش خوش بود، مگه میگم مثلا درخت میوه داشت؟ به خدا خودتم نمیدونم کجای دور میزنی. الله بکر عزیز من، دو ماه نیست من اینو اینجا گذاشتم، یادم که نمیره. والا به خدا نمیدونی کجا داری میری. نه خواهد جا را دست تو نکن جهانه میره سک بسته. ازا اولین کاری که بکنم گنج رو پیدا کنم، یه ماشین میگیرم دنده اوتومات، این ملکه ها میبرم میارم. ات دنده چی؟ دنده اوتومات. اوتومات چیه؟ چی پس به این رادیو به تو یاد میدن؟ من موندم. حالا این اوتومات چیه؟ قربونت ماشینی که دندش اوتوماته دیگه. یعنی چی چیکار میکنه؟ بچه اگه گذاشت من حواسم رو جمع کنم، دندش اوتوماته، یعنی دنده خودش میدونه، خودش شعور داره، میره خودش یک بعد میره دو میره سه. آه یعنی خود به خودی میره. شعور داره. آره ماشین شعور داره، گنج شعور داره، من بی شعوره. ای من میخوام حال و هوای تو رو عوض کنم. حالا ربط دنده اوتومات با تو چیه؟ اینو به من بگو. از چی به چی میرسی؟ چی به چی میرسم فریباز؟ الان خودم نمیدونی کجا داری میریم. چجوری نمیدونم کجا دارم میریم؟ خودت هم نمیدونی کجا. اگه بساری من یه لحظه تمرکز کنم پیداش میکنم. نمیساری. آخه اگه میخوام حرف نزنم فریباز، این قبرستونی که تو بردی اینا رو چال کردی، بالاخره یه آبادی، یه دهاتی، چیزی باید باشه پلوش که تو اینا مرداشون گذاشته بشن تو قبرستون. ما نه آبادی دیگه نه دهات. برهوته مطمئنت برم. چرا به مغز خودم نرسی؟ تو دانشمندی. اتفاقا یه آبادی بود، قبل اینکه برسم قبرستون رد شدم خونه های خشتی گلی بود. نمیدیدم. اونم پیدا میکنم. نمیدیدم. بس آن یه لحظه چارت کس کنم به اون خدا پیدا میکنم. اینو های نه من دیگه بستم دهنم. سگه تو بستی فریبرز میگم تو رو به اون خدا جهان کاوه بزن من بیدم چه خاکی تو سرم دارم میریزم. کاوه رو چیکار کردی راستی؟ چیکار کردی؟ اون خود کشور خانمه دیگه. همین رو میخوام بگم، ما خیلی بریم بدبخت ها داریم زحمت دیدیم گنج رو پیدا کنم یه سکم به اونو. اونجور باشه که باید گنج رو بکنیم یک قدیم یک قدیم بدیمش به همه تا همه دلشو خوش. غلط سیکنم حرف میزنم. اصلا من حرف نمیزنم. من چرا با حرف بزنم؟ زنم میخواد منو فقط سکه یه پول کنه. نه سکه. خوشحال باش. خوشحالم. بیا. خوشحالم. خوش خوش. گم شدی فریبرز. گم نشدی. همینه. الان برات پیداش میکنم. منو مگه نمیشناسی؟ خدا اگه بدونی کجایی. خدا اگه بدونی کجایی فریبرز. چرا؟ من نمیدونم. ببین این آب دارم میرم برات. یک صداشو زیاد کن. خط بخون داریم میریم.
مهندس آشناست؟ شما شک نکن به من که قبل ماروخ رو برات این آب پیدا میکنه. فرز اسم ماروخ میاری یا به خود دلاشو بمیگیره بغض میکنه وقتی میگه ماروخ. اصلا من بغض کردم الان گفتم بغض میکنی فری بغض قبل ماروخ رو برات الان پیدا میکنم خوبه؟ الان بغض دارم؟ خیلی بامزی آقا جان سلام برسان. ببخش یه لحظه خیلی معذرت میخوام. سلامت باشید. سلام علیکم. ببخشید این قبرستون اینجا کجاست؟ من میخوام برم یه اگر اجازه بدید یه فاتحه‌ای بخونم. بله بله. عمم اینجا مرده. بله بله. سلامت باشید. میخوام کمکتون کنم. نه نه رامون نزدیک است. نه رامون نزدیک نمیشه خدا. خدا سنت طرفم کنم. بفرمایید. من مزاحم نمیشم. اینو ببر. بله بله. ببرم. خودم میذارم. خودم میذارم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. آقا جمال. سلام علیکم. مزاحم شدم. نه این حرفا چیه؟ حقیقتش آقا جمال دیشب سر سفره من یه خود دلم هوای عمم رو کرد آخه. به خانم گفتم فردا صبح یا همراه من شو عمه من تو همین قبرستون دفن شده که بریم یه فاتحه بخونیم دل من یه کم آروم شه این بود که اومدیم امروز این بری کی به رحمت خدا عمه جان خیلی ساله من هنوز با مادر بچه آشنا نشده خدا تمام رفتگان خاکه ببخشد بیام اسم عمتان چی بود؟ اسم عمه مارو بله ماهگل بوده اجازه بدید خب من که رو پاش میشستم بعد من بهش گفتم عمه ماهی اصلا مهم نیست ماهرخ باشد ماهگل باشد مهم نیست خودم من نشون سب کن ببینم شما برادر آقا جهانگیرت دیه من راستش جهانگیر میدونی اگه عمه ماهگل باشد پس شما میشه ارسلان برادر آقا جهانگیر بله چون عمه ماگل یه دنه برادر داشت که دو تا پسر داشت یه دنه جانگیر یه دنه ارسلان الله اکبر درست چرا اینقدر باهوشی آخه مرد قربونت اگه اسم آقا جون منم بگی که اصلا من از تعجب چاق در میارم اسمشه بگو چی بود سلیمان عسکری درست است؟ من پسر سلیمان عسکری هم که قربونت برم این آقا زانگیر میگفت بله بله یه دنه داداش دارد ارسلان مهندس شده است من که شما را ندیده بودم من جا میشینه اینو میگه من خاک پای هم قربونت برم اتفاقا مهندس شما خوب شد شما را دیدم بله بله این آقا زانگیر بله آمده بود اینجا خب بله بله بعد چون تو اداره جات کار میکرد سری تو سرا داشت بله این مردم روستا ازش درخواست کردن که یه آب لوله کشی بیارد بله بله آقا جهانگیرم قول داد بله ولی رفت دیگه نیومد این اخلاق بدو همیشه داشت همیشه جهانگیر این اخلاق بدو داشت خیلی. نمیدونم چرا حالا اشکالی نداره خودم براتون آب لوله کشی بیارم حقیقتا میگم من بله آقای مهندس قربان معرفتت دست در نگیر مهندس فقط یه قول به من بده جمال جان ما رو ببر قبرستون من این فاتحه رو بخونم دلم آروم بشه خدا شاهده بعد برمیگردم با دست پرم حتما میبرم مهندس حتما میبرمت ولی اول بریم آن خانه یه استراحت بعد خودم میبرم تو مهندس مهندس رفتی شردیه ما را قابل نمیدانی مهندس این حرفو ما چون بچه خونه هست به خاطر میخوایم زودتر بریم شون ندارد مهندس الان از راه آمدی شون ندارد شون ندارد که دیگه بسیار خوب از شما بفرمایید باید کدوم سبت حاله چیست همین بر میریم بر مزاهم میشیم بله چه
آخی مهندس هست. ولی یه دفعه دیگه نمدیم. قربونه. تمومش کن. باشه. بفرمایید تام، بفرمایید. به خدا راضی به زحمت بفرمایید. گفتیم بریم یه فاتحه بخونیم. بله چش. بفرمایید. فریدو، بذارید من بذارم. نه نمیخواد، نمیخواد. بفرمایید داخل. یالا، یالا. یالا مهندس جان بفرمایید. خانم مهندس یالا، یالا. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. یالا، سلام علیکم. سلام علیکم. آقا سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. ببخشید مزاحم شدیم. تو خدا. ببخشید. آقا مهندس برادر آقا جهانگیر است. بله بله. مهندسن. بله بله. ببخشید. دیگه مزاحم شما شدیم. آقا زاده ما رو آوردن. پدر یه لحجه شیرینی هم دارن. آقا جان از شیراز اومده است. یه عاشق نرجان شده است. شیراز آقا دنبال گنج شو اینجا اومدی. گنج من اینه ها. پنجاه سال آزگارم هست که پای گنج نشستم تکونم نمی کنم. ماندگار باشه اسم من بمارد مهندس گولیزان زنم هست. کارم ببخشی مزاحم شدی مهندس جان. خوشوقت باشی سلامت باشی. بله داداشم کمال جان هست. آقا امشب عروسیش هست. امشب عروسی بابا شاد ماد بارا همون یه دوشی بگی مبارک باشه. خیلی خوش اومدی. خدا اگر کاری بود به ما بگی. شومینه یه هیزومی اصلا ببین چه زندگیه اینا دارن میکنی چیه؟ بده مگه فرید بابس باب یادت نیست خودمون الان اینا خودشون میپسن و خودشون میذارن میکارن و درست میکنن آقا جون یادش رو خیلی آقا ارسلان آقا ارسلان بابس نکن بعد وعید ما شما منو داری میگی مسخره میکنی این هوش شوهرت میاد اگه اینا نمیگفتم که پتمو ریخته بود رو آب که قربونت برم بعدم من وعده الکی ندادم فکر کردی من الکی گفتم قربونت برم حالا ببین چی کار میکنم یه دونه از اون سکه ها رو میفروشم براشون لوله کشی میکنم آب در تلفن کجایی با یه سکه من این روستا رو میکنم شهر با دو تا سکه شهر رو میکنم پایتخت با سه تا سکه من پایتخت رو میکنم سان فرانسیسکو و بله یعنی میدونی چنده اون سکه ها شما بگو صد تا کشور تون چند میتونه تجربه حالا شما که مسخره میکنی منو مهم نیست مسخره چه داری مسخره میکنی دیگه بارمونه تا شکلت بشم نه نگه با منی؟ خدا اینو بچه ها شده اون خدا یادم رفته بود یه قربون صدقه هاتون از بس هر جا نشستی من سکه یه پول کردی که عجب شما نیمه یه پر لیوان رو دیدی اون خدا تو پشت من باش من تمامم پره همینجوری میدازم قربونت برم من قربونت برم بس کن چرا قربون زنم نرم چیکار کنم چیش ایراد داره شرعش ایراد داره چی میخوام قربونت برم تو ابد میخوام من قربونت تو برم چی داری میگی هیزامو داری میگی یعنی تو قصه هیزام اینا رو داری میخوری بذار گرم بشی گرما بخش زندگی فریبرز قربونت برم میریم سکه ها رو در بیارم ماشینت چی بود ماشینه؟ اوتومات چی بود؟ اوتومات برای بیز یه دو سه گروزونه دیده که سرمایی اصلا آدم
چوب هم این نخرتش سلامت خدا بودید بفرمایی شیره نه شیره گیاه بله بله شیره گامه و شیره گامه تازه چقدر این زندگی رو من دوست دارم خدا آقای مهندس این آب روستا رو پس کی میکشین؟ آب روستا رو من بعد با برادرم صحبت کنم از برادرتون بپرسید؟ از برادرم یعنی خودتان نمیخواید بکشید؟ برادرم من بعد بپرسم چرا خودم بعد بکشم قربونت برم ثواب داره به خدا ثواب داره آقای مهندس خان مهندس پارسال یخبندان بود دختر بتول خانم میره سر چشمه آب بردارد بیاره سورستیه با مغز میاد زمین بچهش میفته من شاهدم دو شاهده این به زور بعد 10 سال بچه دار شده بود افتاد الله اکبر من اصلا خودم اینجا رو لوله کشی میکنم آب چشمه رو میکشم تا دم خونه تک تک اهالی آب چشمه آب چشمه آب صد مه چه این رو دارم نگیم دیگه این حرف رو آب چشمه زلال صد مره چی قربونت دارم و آقای مهندس ببخشید تانا این 2000 تومن که ما گرفتم پس چی شد بای چی گرفتم گلی جان مهمانم اونه آقا جانگیر برادر ایشان نه بذاری راحت باشن بذاری حرفشون رو بزنن 2000 تومن البته خواهرم پول زیادی برای لوله کشی یه روستا با این بزرگی نیست بله بله از هر خانواده 2000 تومن گرفتن بله زیاد گرفتن من باید جهانگیر صحبت کنم مشکلی نیست اصلا مشکلی نیست من پول تک تک اهالی رو بهشون برمیگردونم هر خانواری که پول داده هر 2000 تومنی که دادن من بهشون بر چند تا خانوار هست اینجا 60 و اندی دیگه گفتم دیگه اشکالی نداره من اصلا اونو خیرات آقا جون لوله کشی میکنم این روستا رو یقلت سلامات فاطمه الله محمد با آل محمد آقا جون فوت کرده است بله خیلی وقته نه تو هم حواست نیست قربونت دارم آقا چونه نمیگم همین عمه جانو دارم میگم خدا رحمتش کنه خدا رحمتش کنه خدا رحمتش کنه خدا رحمت کنه یه فاتحه نتونستیم بریم اصلا نمیدونم کجاست که برم فاتحه بفرستم آخه گم شدن عمه نه قبلشون چون مدت هاست ما نیومدیم بله داشتم خدمت ایشون میگفتم پیدا نمیکردیم قبرستون رو الان اگر بریم یه فاتحه بفرستیم مگه یه ذره دلم آروم شد نمیشد من نفردم زور است نارم خود بعد با هم میریم با هم همه میریم من مگه میتونم بشینم الان من باید برم فاتح من باید برم سنگ رو بسنم آقا جان ناراحت میشد مهندس جان نمیشد مهندس جان نمیشد مهندس جان من آقا جان اومد آقا جان میخوام برم برم ما خیلی گفتیم کجا بریم فاتحه بخونی اصلا ما برای این اومده بودیم قربونت برم شیرازی جماعت شارکش هم که بزنن امکان نداره که بذاری مهمون کم گشنه از در خونه بله بله راست شما یه چیزی خانم شما یه چیزی بگی بچه تنهای دیگه باید برید ما بله بچه یه پسر کوچیک داریم دستبوس شما چرا ما خودتون نیبردین مدرسه میره درگیره بله درس فاصله تا یه آبادی نزدیکه نه نزدیک اگر بود که ما همش میومدیم اینجا فاتحه میفرستادیم خیرات میدادیم دوره بهترین خیرات همین آبه آب نور به قبرش ببار نور به قبرش ببار خدا میدونه من خاطر عمتون خیلی میخواست راست میگه من میدانم عمه شما همه آبادی همه آبادی یا الله یا الله خوش آمدید سلام علیکم خوش آمدید صفا آوردید یا الله یا الله باش رحمت خان گفته است نهار همه تو هم باشید بیاد خانه من نه بابا با همه اینجا هم از سرمون زیاده سلیم خان دایه پدرتون سلیم خان من رو پای سلیم خان بزرگ شدم خدا شایده بهش او که خودش خبر داره امشب عرسی پسر منه خودشون و خانواده با تشریف بله منم اصلا دیگه ببخشید دوره خانبازی گذشته که بخوان به ما بگن بیاین برین اصلا دوره خانبازی گذشته؟ گذشته؟ من پس بفرمایید دورای کت خدای هم گذشته نه من غلط میکنم من منظورم این بود که مزاحم با من اصلا منظورم این بود که یعنی مزاحم نشی کت خدا جان جلدی میری خونه سلیم خان نمیذارت بری بهش میگم برش میداری میگم اینجا چشم آقا یادت باشه چشم آقا
میاریشا. چش آقا جان مبارک باشد، مبارک باشد، مبارک باشد، مبارک باشد، مبارک، مبارک، مبارک برارام بریون کنی، مبارک، مبارک برارام بریون کنی. خدا رحمت کنه، راحت بشه شما، مرگم حقه. از وجود خانم رو شاگی در فنجون کل جان. یا پایین، یا پایین ماشین مردم خراب میکنی، بیا پایین. بودو بودو دختره بفهم گلی جان، گلی جان سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، نورانی کردید خانه را، خوش آمدید. بفهمتون دو، بفهمتون دو، یکی بذار تو اونجا غذا را پخش کنه. این مسئول هست، ماشین مردم خرده یک تو دیگه اینم قلیان. دست شما در جان، نوشت جان، سلامت باشید. میشه شده ها؟ اگه شما محبت کنید چرا که نه، بله دست شما درد نکنه، من اصلا عاشق سلامتی هم، من اصلا چون عیال بارم اهل این چیزا راستش نیستم. بله یعنی بچگیات خوب یادم هست، سر نترسی داشتی ببرم من؟ بله تو؟ بله ارسلان؟ بله بچه که بودی از درخت گردو میرفتی بالا، الله اکبر، یه بار که اون بالا بودی یاد دست کردی تو لانه زنبورا، خدا رحم کرد نیفتادی پایین، اما آخرش هفتش تا زنبور زدم به دماغه. ای بابا، به خاطر همین دماغت شدن این همچی. بله من فکر کردم ارثیه، پس دماغم رو زنبور زده. میگم بابا که گذاشت و رفت، خبر داری ازم؟ از آقا جون؟ بله بله اتفاقا چقدر سلام رسون به شما، به کت خدا رحمت. بله بهشت گفته خرج دانشگاه تو من دادم؟ جهانگیر بپرس داداشت میدانه. آره بله بله گفته، بله 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 یادم اومد، دست شما درد نکنه. این جهانگیر نفری 2000 تومن این داتیار تیر زده. آخه این کار درسته؟ کسی که نون نمک مردمو بخوره بله. بعد اینجوری پول ازشون بگیره تیغ بزنن، واقعا اصلا کار درستی نیست، من که خدا شاهده ازش خبر ندارم. چرا قاریتون؟ بله من اصلا برادری من با یه همچی آدمی ندارم، حالا بگی چرا من قهر کردم؟ به خاطر همین پولایی که از این مردم گرفته، من اصلا کاری با این برادر ندارم. قهر کردن کمه بچه؟ بله کمه، خودم هم باید بندازیش تو گونی اینقدر بزنی جانش نراد. ببینمش شج، بله حتما. حالا من قول میدم که پول مردم رو خودم پس بدم. از کجا میاری تو؟ از کجا سکه چی؟ خود جهانگیر رو پیدا میکنم، من گوشش رو میپیچونم، اگه من ولش میکنم همینجوری. میبینیم و تعریف میکنی، باریکلا باریکلا، سلامت باشی. من خودم نمیخواستم آب لوچی بیارم، نمیخواستم چا بزنم، آخرش چی شد؟ جهاد اومد جلوش گرفت، گفت مجوز نداره. ای بابا، خواست به نام خودش تموم بشه. ای بابا، وگرنه الان دو سالی بود این داتی های بدبخت آب لولکشی داشتن. آب لولکشی داشتن. یه دقیقه بیا کارت دارم. من؟ چشم. من در خدمت شما، این جهاد اعصاب منو خورد کرد. جم برای چی آمدیده؟
همین اومدم برای عمه فاتحه بفرستم دیگه. بله. چیکارشونم؟ برادرزادشم دیگه. چیکاره مملکت؟ چیکاره مملکت؟ من توی جهاد کار میکنم. بله، استخدام چی؟ پیش برادرم هم تو جهاد دیگه. بله، یه بخش دیگه است. من اصلا سمتش نمیرم با این کاری که این با این مردم کرده. چرا فکر می‌کنیم مثلا اون یه بخش دیگه است؟ تمام امکانات آبادی به خصوص آبادی اطراف زیر دست منه. بله، جهاد سازندگی. جهاد سازندگی. بله بله. میتونی برای اینجا مدرسه بیاری؟ مدرسه دانشگاه میارم براتون، قربونتون برم. دانشگاه؟ هرچی شما بگین من میارم. خیلی من گندم اونجا. تلفن چی؟ تلفنم بله اصلا من نمک پروری، من دیگه نون و نمک بردم. تلفنم میارم هرچی شما بگین. دیده ی منت. پس تو این همه کار مهم دست برمیاد؟ بله. اومدی نماینده بشی؟ نماینده؟ اومدی رای جمع کنی؟ از اینجا؟ نه خود قبر عمه تو بهانه کردی دیگه. نه نه فرمایید، من برای فاتحه خونی اومدم، تجدید خاطرات. میخوای بگم کاسی زیر نیم کاست بریزن سر جان درات؟ اصلا غلط کردم، غلط کردم، اشتباه کردم. پول مردمو پس میدی؟ بله بله پس میدم. بله پول مردمو پس میدم، خودم گفتم. زمان قبل از انقلاب رای این آبادی و 6 پارچه آبادی با من بوده. الانم هستی. اکبر بله. چاه منو بده. چاهتون؟ چاه. چیه مشکل این چاه چیه؟ دروغه کی بهانه میارن سفره نمزیر زمینی بالا میره. علکی بخونه های علکی. چشم، من خودم پیگیری میکنم. مجوز چاه منو از جهاد میدم. مجوز چاه شما رو از جهاد بله میگیرم. بله حالا میتونی هر قبرستان خواستی بری. دست شما درد نکنه. بفرمایید. بفرمایید بفرمایید. سایه شما بالا سر آبادی. خدا حافظ. من که میارم تلفن رو میارم، سیب تلفن رو میکشم اینجا به دانشگاهم. همین دور و برا درستش میکنم. مهندس چون چون ملنزی؟ سرده بیرون خیلی. داوود جان هیزومت نیستی؟ داوود جان هیزومت. بله خان کجا رفت؟ خان رفت نمیدونم. خدا حافظ. خان رفت؟ بله بله خدا حافظ. کجا رفته؟ بابا جمال زودتر دو قدم بار دنبالش بدره قش که بهش بر نخوره. بله بله چشم آقا جان. گرده دماغ آقا. گرده دماغه. بله برد زیاد بزنه. خب دیگه کت خدا دست شما درد نکنه. خیلی هم زحمت دادیم. چه نهار خوشمزه‌ای خوردیم. کیف کردیم خدا شاهده. اگر اجازه بدید دیگه الان من واقعا دلم آروم نگرفته. باید هر چی زودتر خودم برسونم قبرستون. این فاتحه رو برای عمه بفرستم. بله اصلا واقعا آروم نیستم. برم قبرستون. بله ما شیرازی ها میگیم نهار این گلوله همی که خوردی باید بیفتی. الله اکبر. وقت قدا وقت زیاد این قدر روزا بیاد که بشو بیره قبرستون ما. بله چورت بزنیم بعد میریم بعد بخوابیم. فقط ببخشید کت خدا قبل اینکه بخوابید این آدم که نهار میخوره تیر میخوره شیرازی ها میدونن مثلا کی بعد بیدار شیم؟ بس اینکه به داره که کجا مون خورده باشه. گله کجا مون خورده باشه. اصلا گله نمه چه کت خدا خور بوله تدار گذر بیرم بخورم.
باشم از شما بفرمایید بفرمایید ما میریم فاتر میبسیم شما با یه حالتون دیگه بفرمایید سلام مهندس جا بفرمایید قبل از اینکه بری سر خاک عمت فاتر بخونی چند دقیقه بر این مردم حرف بزن من خاصا لوپای عمم بودم چیزی از عمم یادم نیست که بخوام راجع به عمم حرف بزنم بیا بریم این بالا بله نگفتم راجع به عمت حرف بزن که مگه نمیخوای وکیل مجلس بشی بله راجع به بسیار یه صلوات بفرستی اللهم صل علی محمد و آل محمد راستش من خیلی اهل حرف زدن نیستم بیشتر اهل عمل کردنم اونایی که حالا منو میشناسن میدونن هرچی هم من بخوام الان از زندگیم بگم از گذشته پردردم بخوام بگم ریا میشه من قبل از انقلاب اینا گفتن نداره تو شکنجه شدم تو زندانای قبل از انقلاب اوه چه بلاهایی سر من اومد بعد از انقلاب خواستن از من که برم کمک کنم جنگ و جمع و جورش کنم نقشه کش جنگ بودم بعد اونجا رفتم اسیر شدم رفتم تو اسارت بلاهایی سر من اومد ولی چیکار کنم من عاشق خدمتم یعنی شما هر جا خدمت باشه اسم خدمت بیاد فریب و نیرنگ نباشه ارسلان اونجا هست منو اونجا پیدا میکنید سلامت باشید برای سلامتی مهندس جان صلوات اللهم صل علی که پای همه شما عزیزانم من هر چی دارم مدیون این خاکم من تو این خاک چیزی دفن یه کسی من تو این خاک دفن دارم که خاک شده برام عزیزه برای همین من نمیتونم به شما بی تفاوت باشم رحمت خدا رفتگان شما رو بیا مخصوصا این روستا مخصوصا شما عزیزان که جووناتون بچه‌هاتون رفتن تو جبهه های علیه باطل دارن میجنگن چطور من میتونم بی تفاوت باشم به شما اصلا شما یه کاری کنین بیاین نامه بدین به من توش هرچی که نیاز دارین رو بنویسین تعارف هم نکنین بدین به من میبرم اونجا میدم رئیس جهاد بالا سرش میسم میگم باید انجام بشه خودم پیگیری میکنم انجامش بشه بزن دست سلامت سلامت باشین اصلا من اینا که چیزی نیست من براتون آب لوره کشی خودم میکشم تا اینجا خدمت شما عرض کنم که تلفن براتون میکشم مدرسه میکشم 2000 تومناتون رو خودم پس میدم بدن دست سلامت باشید سلامت باشید یه لحظه یه لحظه کمه برای مردمی مثل شما این کمه خدا شاهده من همه تلاشمو میکنم اجازه بدین ماهی 2000 تومن از این به بعد پیش من داری تک به تک خدا رسام مهندس خدا رسام مهندس جان بفرمایید بریم 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 اون قبرستان دیگه به وقت حالا بعدا دوباره صحبت میکنم براتون بفرم سلامات بریم بریم سلام 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 بفرم 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 نهار هم کاش به اینا میدادی اینا دادی مان مان های خدا بریم بفرم بفرم اتون عزیز بفرم سلامت باشی یه صلوات دیگه خرد کنیم برای پیروزی رزمنده کار استاد بفرم سلامت دفعه بعد اگر اشکالی هم من اینجا سخنرانی بکنم چشمانی مسلط‌ترم اینجا چشمانی همین